dekoru ve dansları Hadid'in yapılarından esinlenerek yaratıldı. Geçtiğimiz ay New York'ta sahnelenen gösterinin kostüm ve sahne tasarımını Hadid yaptı. Cemre çarakiz şöde bud. میخوای به خوابی صداشو کم کنم. DJ'ler kulüplere götürüp onlarla oynamaya başladılar. İnsanlar anlamadı ne oluyor dediler ve hani bir sorunu. Nasıl başardım değil mi? میدونی چیه؟ سیمایی میگه هیچکی نمیتونه تو رو به اندازه من دوست داشته باشه. کوزه یه بدبخت، ببین کی تو رو از همه بیشتر دوست داره. خیلی دوستم داره؟ مثل مامانم، مثل گنه، همه کس و همه چیز زندگیم دروغه، همه چی. من دروغ نیستم، من واقعا دوستت دارم. من تو رو فقط به خاطر خودت دوست دارم. جمره من مثل بقیه نیستم. من خیلی دوست دارم کوزه‌ای. الو، صبح بخیر مامان. خوبم، تو خوبی؟ نه خیلی وقت بیدارم. بعد نهار را میفتیم. نمیشه. میگم نمیشه. نه مامان، گوشی یه لحظه صبر کن. صبح بخیر. صبح بخیر. لباسات هنوز خوش نشده بودن، دادم ببرن خشکشون کنن، الان میارن. بذارینم بذارم تو کاورش، رسیدیم باید بدم خوشویی. گفتن بشورینش بعد تحویل بدیم. ببین چی میگم. بیا بشین اینجا.
من به خاطر اینکه بیشتر از این مشکل پیش نیاد و حرف بابام اینا رو زمین نندازم و به خاطر اینکه واقعا میخواست اون لباس عروس رو تنت کنی به این مسخره بازی ها تن دادم. تازه یه کاری رو شروع کردم چون نمیخواستم شروع نشده خراب بشه. راضی به این کار شدم. خانواده تو هم باید هی بشینن و پشن بابامو دعا کنن که بیخیال جشن نشد. فهمیدی؟ وگرنه من حاضر نیستم ریخته اونا رو ببینم. به خواستشون رسیدم. تو رو عروس کردن و راحت شدن. این عداهاشون هم تموم شد. دیگه کافیه. از این به بعد نمیخوام حرفی از خونوادت اینجا زده بشه. دیگه نمیخوام باهاشون روبرو بشم. فهمیدی به چی گفتم؟ اصلا هر کاری دلت میخواد بکن، به من هیچ ربطی نداره. اما هیچ وقت سعی نکن منو با اونا رو در رو کنی. ببین، هیچ وقت این کارو نکن. دیگه بسه، اجازه نمیدم. شنیدی چی گفتم؟ آره؟ نمیخوام دیگه هیچکی اعصابمو خورد کنه. نگران نباش، کلی طلا و کادو و اینا تو عروسی جمع شده، پولا هم که هست. اینا رو چرا به من میگی؟ به من هیچ ربطی نداره. هرچی باشه اینا مال هر دومونه. باید یه فکری در موردشون بکنیم، یا بفروشیمشون یا اینکه بمونن. همش مال خودت، هر کاری میخوای بکن. اما اگه نظر منو میخوای بذار بهت بگم. نگهشون دار، شاید تو آینده لازمت بشه، شاید به دردت بخوره. دنیا هزار تا پیچ و خم داره. روزی که من رفتم با آمریکایی‌ها یه طرح عالی دادیم، چند تا مدل فوق‌العاده خاص. نتیجهش؟ همه پسندیدن. عالیه. تازه بیشترین سفارش مال ما بود. کم کمش هر روز 5 تا جلسه داشتیم و جمع می‌شدیم دور هم. آفرین زینب، می‌دونستم از پسش برمیای. واسه منم تجربه خیلی خوبی بود. با این اوصاف هفته ی آینده دکه‌ها رو نصب می‌کنی. از نظر من که مشکلی نیست، حتی خودت راحتی عزیزم. خیلی خوب، پس از فردا شروع میکنیم قربان. با بانو خانم هم هماهنگ میشیم. وای خیلی عالیه. بابات خیلی به وجود تو افتخار میکرد. منم خیلی خوشحالم که اینقدر تو کارت موفقی و پشت کار داری. فکر نکنی به خاطر پدرت پیشنهاد تو قبول کردم. راستشو بخوای از دیدت خوشم اومد. خیلی وقت بود ندیده بودمش. خیلی ممنونم. فعلا خداحافظ. به سلامت دخترم. بازم میبینم اتون. خدا نگه. فعلا خداحافظ. 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 سلام. خوش اومدی. سلام عزیزم. چطوری؟ خوبم. زینب جون. خوشحال شدم اینجا دیدم. منم. یه قرار کاریه. قرار کاری؟ بله، زینب تازه از پاریس برگشته. منم گفتم یه قراری باش بذارم ببینمش. داشتم گزارش میدادم. خیلی خوبه. خیلی خوشحال شدم اینجا دیدمتون. چه عجب اومدی اینجا؟ می‌خوایم اینجا ماکارا بزنیم. ای عالیه. با مصطفی خان قرار گذاشتم. داری کارتو گسترش میدی؟ موفق باشی. ممنون. تو چطوری زینب جون؟ خستم. تازه دیروز برگشته. پس به عروسی کوزه نرسیدی؟ نتونستی بری؟ نه نرسیدم، حتما قسمت نبوده. چی میخوری؟
یه قهوه میخورم. آقا خوابش یکم سنگینه، صدای تلفنم نمیشنوه، نتونستیم بیدارش کنیم. بفرمایین. دمت گرم داداش. پسر علی، علی جان، ای علی باشو، بابا علی باشو، زور شده. علی باشو پسر، باشو دیگه. خیلی خوب بابا، پشت بودم. زود باش دیگه، وسایلمونو برداریم از اینجا بریم. گفتم پشت بودم دیگه. بله خب داداش، همو از این در بذارم بیرون، باز میگیری میخوابی. پشو. اونه کجاست؟ نمیدونم، شاید رفته صابونه بخوره. زود باش پسر، پشو دیگه. باشه باشه. واکن اون چشه رو. بابا پشودم دیگه. میگم چشه رو واکن، وقت رفتنه. سرتو این ورومه رکو بیه وقت. من میرم صابونه بخورم. زود بیا. نخوابیا. صبح بخیر، بدین من براتون بیارم. تموم کنین فیلما رو، بس دیگه. هر کاری دوست داشتی کردی، به خواستتم رسیدی، دیگه لازم نیست فیلم بازی کنی. صبح بخیر هندان خانم. صبح بخیر. بده من اونو، خودم میبرم. حاضری دیگه؟ بینم چیزی رو که جا نذاشتی. نه همه چیو برداشتم. بریم صابونه بخوریم، خیلی گرسنمه. اینو بشمورین، بقیهش هم کارت میکشم. بله حتما. باباشون اجازه بده من حساب کنم. حرف نزن، دارم حساب میکنم. حداقل اتاق خودم رو حساب کنم. بفرمایید از این کارت بکشید. متشکرم. چرا از کارت استفاده میکنی؟ از اون وامی که از بانک گرفته بودی همین مونده؟ خب همینه دیگه. بابا به درد سر میافتی یا؟ خدا بزرگه. ای مامان جون، تو چرا اینا رو آوردی آخه؟ چه فرقی میکنه پسرم کی بیاره؟ میگفتی میآوردم واسهت. آقا لطفا اینا رو ببرین پیش ماشین. بله. داره حساب میکنه. آره زیاد شده نه؟ واسه بابا خیلی آب خورد. به زور وام گرفته بودیم و یکم پس انداز کرده بودیم که اونم رفت. نمیتونم هم چیزی بگم، اما دارم میترکم. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. خوب تونستین استراحت کنین؟ آره خوب بود. من برم علی رو بیدار کنم. نمیخواد، من اومدنه بیدارش کردم، الان میاد. خیلی خوب، پس بیاین بریم با هم دیگه صبحونه بخوریم. منم خیلی گشنمه، دیشب تو عروسی هیچی نتونستم بخورم، دلم داره ضعف میره. بابا عروسی خیلی خوب بود، بابت همه چی ازتون ممنونم. نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. بیا بریم صبحونمونو بخوریم، گشنمونه. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. زود از خواب بیدار شدی نه؟ تازه کجاشو دیدی؟ صبحونم هم خوردم. بیا ماما. راحت باشین، الان علی هم میاد. بعد از اون همه خستگی خیلی زود از خواب بیدار شدی. جمره دیروز به خاطر من خیلی کارا کرد، یه لحظه هم تنهام نذاشت، همش کمکم میکرد. چطوری؟ خوبم. دیشبم حالت خیلی خوب بود. خیلی خستم. اگه مریض بشم حسابتو میرسم. نگران نباش، با آدم جونه به هم آفت نداره. ای وای، تو داری منو مسخره میکنی، بعدم به خدمتت میرسم. آخه من تا حالا کی تو رو مسخره کردم؟ صبح بخیر. صبح بخیر. چطوری مچو؟ جمره؟ پسر دیشب شنا خیلی حال داد، تا خود صبح خوابیدم. مگه شماها دیشب شنا کردیم؟ تو عروسی که حال نکردیم، پریدیم تو استخر. چون گوشی گنه دیشب افتاد تو آب، الان حالش گرفته است.
خب چرا اونجوری نگاه میکنی؟ چه میدونستم گوشی تو جیبته؟ حالا یه گوشی واسهت میگیرم نگران نباش. چی دوست داری واسه صبحونه سفارش بدم؟ خودم سفارش میدم. نوشه جونتون. ممنون. دیگه داره باورم میشینه زن و شوهرم. خدایا هر جایی که به ذهنم برسه سر میزنم. این کارو باید همه جا را بندازیم. اگه فضولی نباشه من یه فکرایی در مورد ماکارا دارم. چرا ماکارا رو تو سینی سرو میکنیم؟ اگه بسته بندی باشه راحت تره که. بهتر نیست؟ میتونن با خودشونم ببرن. همه میتونن دستشون بگیرن و تو خیابون یا سر کارشونم بخورن. فکر خوبیه. چربم نیست. اینجوری یه نوع تبلیغاتم به حساب میاد. تو سینی سرو کردنم خیلی قشنگ نیست. راست میگی. به نظر خودمم تو سینی سرو کردن خیلی خوب نیست. اینجوری با کلاس هم میشه. آره. تازه جوابم میده. درسته. کاش که رابطتون با کوزهی به هم نمیخورد تا بیشتر هم دیگر رو ببینی. اونطوری خیلی میتونستی کمک حالمون باشی. هیچ مشکلی بین من و کوزهی نیست. هر وقت بخوای میتونم کمکتون کنم. پس یه قراری بذاریم تو شرکت در موردش حرف بزنیم. مشکلی نیست. کارا خیلی سریعتر از اونی که انتظار داشتیم پیش میره. هر چقدر بیشتر در موردش حرف بزنی به نتیجه های بهتری میرسی. زینب جون بریم عزیزم. بری. تو فعلا اینجایی؟ نه منم دارم میرم. ما میریم یه سر به کارگاه بزنیم، بعد از اونجا میریم خونه. باشه بریم. کاری نداری بانی جون؟ به سلامت. خوش بگذره. خوش بگذره. برای تو هم همینطور. تماس میگیرم. باشه منتظره. خداحافظ. روز خوش. یارو تو آخر عروسی با این صدا گوشامو کر میکرد. به زور جلوی خودمو گرفتم. چپ نگاش میکردم نمیرفت. راست نگاش میکردم نمیرفت. هیچ حرفی تو گوشش نمیرفت. هنوزم صداش تو گوشم. اثر از صدای اون نیست. به خاطر شنا تو استخره. راست میگه. الان راه میافتی؟ آره. صابونتونو بخوریم بریم. بعد از خستگی دیروزم تو فرودگاه علف نمیشی. کوزه ببین این یارو اگه بخواد مثل دیشب زر بزنه این بار پامشم لیش میکنم و عروسی هم که دیگه تموم شده بهونه ای نمونده. صبحتون بخیر. صبح بخیر. بفرمایید. نه ممنونم. این همه راهو به خاطر خواسته ما اومدین. آبرومون رو توی فامیل حفظ کردین. ما هم خواستیم نیت خیرمون رو ثابت کنیم. اومدیم بدرقتون. ممنونم. ما جهیزیه سیمایم آوردیم. میبخشید که وقت کم بود نتونستیم درست تهیه ببینیم. چرا خودتونو به زحمت انداختین؟ این چه حرفیه قربان؟ در مقابل زحماتی که هندان خانم کشیدن این کمترین کاری بود که از دستمون برمیومد. همه این کارا رو به خاطر بچه ها انجام داد. خدا رو شکر همه چی به خوبی و خوشی تمام شد. هممون میدونیم که عروسی نمایش بود. مهم اینه که از این به بعد هوای همو داشته باشیم. من قبلا هم گفته بودم توی خانواده ما دختر با لباس عروس میره خونه بخت، با کفنم میاد بیرون. سیمای گفت مشغول به کار شدی. موفق باشی. خیلی خوشحال شدم. از این به بعد سرتو میندازی پایین و از کارهای مسخره‌ای که میکردی دست برمیداری. به خونه زندگیت میرسی. اون وقت تا همیشه ما پشت سرتی. من نه به کسی احتیاج دارم پشتم وایسه نه کنارم باشه. فقط یه چیزی رو میتونم بهتون بگم. سیمای دختر شماست. شاید اون بتونه ببخشتتون. ولی من هیچ وقت نمیبخشمتون. شما اگه میخواین این ازدواج دووم داشته باشه از ما فاصله بگیری. دیرمون شده را بیفتین. سعی کنین به حرفای کوزه گوش بدین وگرنه ضرر میکنین. از دست ما همین برمیومد. نمیدونم تو آینده چه اتفاقی میفته. خیلی لطف کردین اومدین. قدم رنجه فرمودین. خب بریم دخترم. خوش اومدین.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شکران. خدا حافظ. به سلامت. خدا حافظ. خدا حافظ. به هر چی دلش میخواد داره میرسه، دونه دونه هممونو داره گول میزنه. حالا ببین از این به بعد چه کارا میکنه. خیلی میترسم پسرم. هیچ کاری ازش بعید نیست. شماها که حرف منو قبول ندارین. یه روز به همه تون ثابت میکنم چه مار خوشخط و خالیه. ببین کیه بهت دارم میگم. هندان نیستم اگه حرفمو یه روزی بهتون ثابت نکنم. ممنونم داداش. دو دقیقه صبر کن الان میام. باشه داداش. کجا میری؟ سر کار. مگه امروز هم میری؟ بس چی فکر کردی؟ تنبلی دیگه بسه، باید کار کنی. بذار همینجا بمونه، خودم جا به جاشون میکنم. فقط واسه خاطر این که خودشون رو نشون بدن یه عالم خرج گذاشتن رو دست اینا. نگو مامان، به جز خانواده عروس و دوماد به همه خوش گذشت. همه هم میدونستن قضیه چیه، حتی بچه ها. فقط خودشون زده بودن به اون را. انگار نه انگار که چی شده. اینا چیه؟ زینب از پاریس آورده. واسه منم گردنبند گرفته، خیلی هم خوشگله. خیلی شیکه. خیلی دختر خوش سلیقه‌ایه. یه زنگ بزن ازش تشکر کن. چند دقیقه دیگه زنگ میزنم. حرفی واسه گفتن نداری؟ از هندان خانم بگو، اون چی کار میکرد؟ از اول عروسی خودشو گرفته بود، اخم کرده بود و نشسته بود. منم بودم همین کارو میکردم. کوزه تو عروسی سازم زد؟ یه چیزی میگی یا مامان؟ با اون حالش چطوری ساز بزنه؟ اینقدر مست بود که حرکت نمی کرد. اون یکی هم به من گیر داده بود. کی؟ گونه ای. نه که بانه جونش پیشش نبود، رو بهش میدادم ولم نمی کرد. بس کن بلا به دور. نه نه نه، امکان نداره مامان. دیگه فکرشم نمی کنم اصلا. حق با تو بود. دیگه نمیتونم اصلا بهش فکر کنم. تموم شد دیگه. آفرین، خوشحالم اینو میشنوم. تو چی کارا کردی؟ کار خاصی نکردم. زینب اومد یه سر. نشستیم با هم حرف زدیم. از عروسی، از این ور اون ور. راستی؟ زینب واسه کوزه چیزی نخریده بود. Thank you.
قضیه اون سازو گفتی؟ نگفتم، ولی کم مونده بود بگم. اما فهمیدم تو خریدی. نه؟ خواستی با این کارت میونشون رو درست کنی ولی این اتفاق افتاد، نه؟ اگه بهش نشون نمیدادی نشونش نمیدادم مامان. تو که چیزی بهم نگفتی. دیگه تو کار کسی دخالت نکن. کوزه‌ام یه آدم متأهله دیگه. سرشو بندازه پایین زندگیشو بکنه. تو هم کنار وایسا. بذار این قصه همینجا تموم بشه بره. خب؟ نمیخوای به زینب زنگ بزنی؟ مگه نمیگی دخالت نکن؟ عزیز دلم واسه تشکر کادوها میگم. آها. الان میخواد از عروسی و اینا بپرسه. به خدا حوصله ندارم مامان. زشت مادر زنگ بزن. اگه از عروسی هم پرسید خب یه چیزی بگو دیگه. جزئیاتشو نگو، غرغاتی بگو. الو الو زینب جون، رسیدن به خیر، چه خبرا؟ سلامتی عزیزم، دیروز برگشتم. واسه گزارش کارا پیش حسابکارم رفته بودم، الانم دارم برمیگردم خونه. تو چی کار میکنی؟ خوش گذشت؟ برگشتین از مرسین؟ آره برگشتیم، الان خونم. هدیه هاتو دیدم، برای تشکر کردن زنگ زدم. حالا خوشت اومد؟ عالی بودن. خب خدا رو شکر. دیگه چی کارا کردی؟ عروسی چطور بود؟ هیچی بابا، یه نمایش مسخره بود. دلم خیلی برات تنگ شده. واسه شب یه برنامه بذاریم؟ باشه بذاریم. تو خسته ای؟ نه، منم تو این 10 روز سخت کار کردم. یه چرخی بیرون بزنیم بد نیست. باشه، پس به علی هم زنگ میزنم که با همون بیاد. اشکالی که نداره. نه حتما بگو بیاد، دلم واسه اونم تنگ شده. باشه، پس بذار باهاش حرف بزنم، بعدن با هم دیگه هماهنگ میکنیم. باشه، پس منتظر تماستم. میبوسمت. بای بای. بای بای. زود باشه داشت، زود باش، شب شد. اومدم بابا، اومدم. وایسا، منم از خودم از این خونه بزنم بیرون. جیمراس، امشب میخواییم با زینب بریم بیرون. اگه تو هم میای بیا دنبالمون. او تو هم بیا. پس میری ها؟ نرم، برو. به من چه؟ اگه کارمون زود تموم شد میرم. اگه تموم نشم برو، دختره رو تنها نذار. شرمنده داداش. اب نداره. جمره، چای حاضره؟ حاضره. میام بهت زنگ میزنم. علیه، قراره با علی شب ببریم بگردونیمش. گفته بهم خبر میده. کوزه هم میاد؟ نه مامان جان، اون چی کار داره؟ نباید هم داشته باشه. منو ببین، قضیه سازو دوباره شروع نکنی یا؟ وای مامان چقدر تکرار میکنی، فهمیدم دیگه. اصلنا خریت نکنی یا، پسر متأهله. بسه دیگه مامان، آخه مگه من دیوونم؟ چرا باید همچین کاری بکنم؟ خب بگو ببینم، قضیه گنه چیه؟ برام تعریف کن. ولش کن اون احمق بیشور رو. آره ایمیلم هم چک کردم.
الان دارم میرم به دکه های سر بزنم. آره عزیزم، پیش تو هم میام. باش. بانوه. خیلی خوب، شب میبینمت، میبوسمت. سلام منم بهش برسون. باشه، فعلا. پس چرا بهش نگفتی؟ قد شد، شب میگم بهش. گنه. در مورد قضیه دیشب به کسی چیزی نمیگم. نمیخواد اصلا نگران باشی. مثلا نگران چی باشم؟ مثلا این که برم به بانو بگم که تو رو دیدم که میخواستی جمره رو ببوسی. من نمیخواستم جمره رو ببوسم. بی خیال. تو توهم زدی. حتما همینطوره. چرا اینجوری نگاه میکنی ها؟ چجوری نگاه میکنم؟ من دشمن نیستم گنه. هر چقدر از من بدت بیاد من زن برادرتم. خواهر تو هم به حساب میام. خب منظور؟ یعنی اینکه من طرف تو هم. هیچ وقت لوت نمیدم. نگران نباش. آقا مصطفی، تو فهمید با باشگاه گلف قرار داد بستم، زود راضی شد. میدونی با آقا زکی رقابت چندین و چند ساله دارن، میخوان اگه کار جدیدی باشه از اون باشگاه شروع بشه. قراره با باشگاه های دیگه گلف هم برای آوردن این کار هماهنگ بشه. کارت فوق‌العاده است بانو. تو آخر هفته هم قرار داده رو امضا میکنی. ببین تو دو روز چه کارایی که نکردم. عزیزم تو بی‌نظیری. من خیلی خوششانسم. دوستت دارم. عزیزم جوش زده صورتت؟ تعریف کن. عروسی چطور بود؟ استخر و شنا و مثل اینکه خیلی بهتون خوش گذشت. خیلی. دیوونم کردم بابا. ستایشون بعد عروسی ولکن که نبودن. بلند شدن رفتن استخر. کدوم ستاره میگی؟ علی، کوزه، جمره. هر ستایشون دیوونه. مگه جمره هم اومده بود؟ مگه کوزه بدون اینا جایی میره؟ با علی اومده بود دیگه. سیمایی هم خواسته بود جمره هم بیاد. سیمایی خواسته؟ مسخره بود، باید میدیدی. یعنی تمام شب و تو مرسین با جمره گذروندی؟ آره؟ عزیزم دوباره شروع نکن. این حرفا چیه؟ حتما تو استخرم باهاتون بوده. آره با کوزه کنار استخر بود. علی اول شروع کرد. یه سر و صدایی راه انداخته بودن. نزدیک بود آبرومون بره. من اومدم گفتم داداش نکنین این کارا رو، زشته به خدا. بچه های محله یه جو جمع شدن. چه خوب. مثل روزای قدیم خوش گذروندین. آره آره خوش گذشت. اما فقط به عنوان دوستای قدیمی. جمره خیلی وقت از زندگی من رفته بیرون. ما که در این مورد مشکلی نداریم، درسته؟ نه. چرا از قبل در مورد اونجا بودنش چیزی به من نگفتی؟ آخه اصلا موضوع مهمی نبوده. تو عروسی هم که همش تو استرس بودیم. اصلا دیشب یه حالی بودم که نپرس. یه لحظه دیدم تا خرخره خورده. بعدش؟ بعدش کوزه تصمیم گرفت شب پیش ما بمونه. بعد من رفتم از جمره حوله گرفتم، بالش گرفتم، یه چند دقیقه هم باش صحبت کردم. فکر میکنم بهتر از جزئیاتش بگذریم. بعدش سیمای اومد، کوزه ورداشو رفتن تو اتاقش. هر کس رفت تو اتاق خودش. صبحم بلند شدیم، صبحونمونو خوردیم و اومدیم. یعنی میخوای دیگه در مورد جمره حرف نزنی؟ اگه میشه لطفا. اصلا میدونی چیه؟ نمیخوام دیگه در مورد جمره محکوم شم. نمیخوام از خودم دفاع کنم.
بعد اون روزایی که با هم بودیم و اون چیزایی که بینمون گذشته، به نظر من این حرفا دیگه بی‌معنیه. لطفا منو درک کن. باشه. پس عزیزم، اینو میخوریم به سلامتی کارمون و رابطه قشنگمون. به سلامتی. به سلامتی ما کارا. به سلامتی ما کارا. این زندگی کوزه از پا میندازه. میبینی حالا کوزه اینقدر بچه صاف و درسته که فقط به خاطر حرفی که زده داره میره زیر بار این همه فشار. وضعیت کوزه به من هیچ ربطی نداره. البته دلم نمیخواد کسی گرفتار همچین وضعیتی بشه، ولی قضیه ما فرق میکنه. از این به بعد دیگه هیچ کاری بهاش ندارم. از اولش هم نباید شروع میکردی عزیزم. یه جوری حرف میزنه انگار ما با هم بودیم. چیزی شروع نشد که. خب اگه اینطوریه دیگه کشش ندیم، بهتره. به زور که چیزی اتفاق نمیافته. اون یکی هم که دوباره شروع کرده به من گیر دادن. گونه؟ اما اون خیلی وقت برای من مرده. چطور ممکنه سالهایی که دوست داشته باشی بعد هیچ حسی بهش نداشته باشی؟ در عجبم به خدا. یعنی دوباره میخواد شروع کنی؟ نه عزیزم، اون سیرمونی نداره. میخواد منم زیر دستش داشته باشم. آها. یعنی تو آب نمک نگرم داره. میخواد اگه فردا پس فردا بانو خانم بهش گفت به سلامت، منو داشته باشه. ای بابا، زه خیال باطل. والا به خدا. سپگراف. تو دمیان؟ نو سوا. پسر خوشتیپی ها. آره. جادور سید اندوا. J'essaie d'y venir chaque fois que je suis à Istanbul. Un soir à Istanbul? Oui, oui, à cause du travail. Je suis Dani. Zeynep. Zeynep. Cemre. 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 Enchanté. C'est très difficile. Ah, Ali Umar. Je suis belge. Ah bon? Et on est ici pour un congrès médical avec mes collègues. Salam docteur. چه خبر؟ سلامتی. کجایی پس تو؟ یارو اذیتت میکنه؟ نه بابا، علی، دنی. بونجور. مستی بابا به کاغذ برس. ای بابا، تو هم شدی کوزه. تو با بادیگارد حرفم شده. چی شده مگه؟ عوضی از ماشینم خوششون نمیاد. خب ماشین تو عوض کن، برو لیموزین بگیرم. منتظر حرف تو بودم، حتما عوضش میکنم. داداش، یه نوشیدنی به ما میدی؟ مثل بچه آدم حرف بزن ببینم چی میگی. ش علی، در مورد کارشه. آها، کوزایی میدونه اومدی اینجا؟ آره، به هر دوتون سلام رسون. دم شما گه. Oui, une fois. Astaghfirullah. C'est super sympa là-bas aussi. Moussio, با من حرف بزنمون. زبون ما رو باید یاد بگیری. فهمیدی چی میگم یا نه؟ معلومه که نمیفهمی. سعی هم نکن که بفهمی. چون نفهمی. تازه زرم شته میزنی. نه گوزیشتی. کمان شروبت، ها؟ کمان تلوو. عمو، نکنه قاطی میزنی. خجالت نمیکشی تو این جمع ساندیس خوری میکنی؟ مگه آدم میاد کلاب ساندیس میخوره؟ نکنه آب نوچوفسکو داری میخوری؟ ها؟ نوچوفسکو نوچوفسکو نوچوفسکو.
اتفاقی براش نیفتاده، قلبش نشکسته، حالش هم خیلی خوبه. داره فیلم بازی میکنه که ما بریم به کوزایی بگیم که خیلی محکمه. منو نگاه کنید و به کوزایی بگین که این خیالم هم نیست، زندگی ادامه داره. من این حالو خوب میفهمم، منم یه روز اینجوری بودم. منظورت اینه دیگه؟ یادت میاد یه روز به من چی گفتی؟ در مورد کوزه چرت و پرت میگفتم. حالا هرچی، بعضی وقتا با خودم میگم که اگه حرفات چرت و پرت نبود و واقعیت داشت، یعنی فقط، خب من فقط بهش فکر میکنم، یا یعنی اینکه اگه کس دیگه ای منو دوست داشت و یه جورایی حواسش پیش من بود، من با گونه ازدواج نمیکردم، بعد می رفتم پیش اون، به نظرم اینجوری خیلی بهتر می شد، خیلی راحت تر بودم، حداقل از الان بهتر بود، اینطوری خیال همم راحت می شد. تو چقدر بزرگ شدی، یه دختر مهربون و تمام عیار. اوه می بینم خوب داری حال می کنی. دیگه بستم. حالا کجاشو دیدی؟ الان باید واسه توریستا والس هم برقصی. اتفاقا پرسید بعد اینجا کجا میری؟ با خودم گفتم دیگه بسته، یواش یواش فرار کنی؟ آره بریم، فردا باید بریم سر کار. من این هفته مرخصی گرفتم. اوه زرنگ شدی. 10 روزه دارم سخت کار میکنم، وقتشو یکم استراحت کنم. یعنی بمونی؟ نه بابا، یعنی تا وبالمون نشدن بریم. موافقم، 2 روزه که داریم خوش میگذرونیم دیگه بسه. چی گفتی؟ میگم 2 روزه داریم خوش میگذرونیم، زیادیش دیگه خوب نیست، بده، ضرر داره. شوخی میکنه بابا، دیروز روز خوبی نداشتی. داداش این حساب ما رو میاری؟ بچه زود باشین، سامی خان امری نداریم؟ رفتیم بتره کنیم. تموم شد؟ نه بابا بازم هست، به زور بتونم اینا رو پخش کنم، اونا رو علی پخش میکنه. علی هم بالاخره باید یه کاری بکنه دیگه. شما باید 2 نفر دیگه هم بیارین، نمیرسین ماشالله. بابا جون من فعلا رفتم، علی هم بعدن میادش. زود باشین، زود باشین بچه ها، به کوزه کمک کنین، بدوین. کوزه دسته اینا مال قنادی ها؟ میدونم. یه لحظه وایسا. بابا زود باش، بابا ملت منتظرمونن. لباس عروس مونده، اینم سر راد بده خوششویی. دیرم شده حوزه، اگه دیر پسش بدیم اجاره هر روز ازمون میگیرن ها. من از اونجا رد نمیشم بابا، الانشم دیرم شده. میمیری از اونجا رد چی؟ من مغازه رو ول کنم برم؟ بده بگی.
لباس عروس سیندرلا خانوم خبر مرگش. گلتن خانم مغازه رو باز کرده، من یه لحظه برم پیشش. بیا تو. فعلا بیا تو، بعدن میری. راستش اون پسر اینجاست، دلم نمیخواد بیرون باشی، لطفا. باشه، چشم نمیره. مگه نمیخواستی ظاهر شدن عکسو یاد بگیری؟ اصلا مگه نمیخواستی کمکم کنی؟ از در نیومده تو میخوای فرار کنی؟ رسمش اینه؟ خیلی خوب، گفتم نمیرم که. بیا قربونت برم. الو پسر، چی شده؟ امروز علی میگه سرمون خیلی شلوغه. راست میگه، از صبح تا الان این پنجمین سرویسمونه که داریم میبریم. مگه از صبح چقدر گذشته؟ بهت گفته بودم این طرفو بهتر جواب میده. داداشت دست کم نگیر، مهندس قلابی. بچه ها زود باشین، دیرمون شده. اینا هم همشون ادا اطفار دارن. زود باشین دیگه. ببین چی میگم، بابا میگه باید دو نفر کمک بیاریم، چون اینجوری به کارا نمیرسیم. خودم واسط میارم. میخواستم بگم علی برگشته بالا سر دستگاه. میدونم، من بهش گفتم بره. گفتم تا بیام یه پارتشو پخش کنم. گوشت با من کوسه. پسر ما موفق شدی. ایشالله. پسر بسته دیگه. قد کن بذار به کارام برسم. یه عالمه کار دارم. باشه داداشی. خیلی دوستت دارم. نوکرتم داداش. خداحافظ. دیگه الان میتونم برم پیش گلتن خانم. به این زودی خسته شدی؟ فقط میرم موامو درست میکنم، بعد تا شب اینجا. برو. کاری با گلتن خانم نداری؟ صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. با من کار داشتی؟ نه، با جان کار داشتم. تو اتاق بارش خانی. خانم ما میتونم کمکت کنم؟ موات خیلی بلند شده. میدونم. صبح بخیر. صبح بخیر. الان اومدی؟ اصلا نتونستم بخوابم. متوجه شدم دیشب خیلی دیر برگشتین. آره، با گونه شام رفته بودیم بیرون و بعدم رفتیم قایق سواری، واسه همین دیر شد. آماده ای برای جلسه؟ چند دقیقه دیگه میام میبینمتون. باشه الان حلش میکنم. کمکارم واسهت میفرستم. قربانت، فعلا خدافظ. صبح بخیر عزیزم. باورت نمیشه، فروش چند برابر شده. آره. بچه ها نتونستم به کارا برسم، میخوام کمک ببرم. چه خبر خوبی. یه چیزی میخوام بگم، اگه اینجوری پیش بره فروشمون فوق‌العاده میشه.
ای بدبخت. ول کن، حواست به ماکارا باشه، من حلش میکنم. علی یکم دیگه میاد. خسته نباشی بابا جون. مرسی، خوش اومدی. کوزه اینجا نیست؟ نه، واسه پخش رفته، امروز سر شلوغه. خب خدا رو شکر. پس لباس عروس رو برده خوشویی؟ آره برده. تو چی کار میکنی؟ کجا میری؟ یکم خرید دارم. خسته نباشید، فعلا میبینم. به سلامت. آره آره دولا میشه، فقط طرف راستش. گوش کن یه لحظه اشتباه نکنی، دولا اونم فقط طرف راستش. باشه، تو طرحش رو بکش بفرست به ایمیلم، منم نگاه میکنم. خیلی خوب، فعلا خدافظ. دست بردار نیستن. ندیدین تو پاریس چه وضعیتی بود؟ هر دقیقه زنگ میزدن. نمیدونستم به کارای اونجا برسم یا جواب تلفنای اینا رو بدم. کل روزم با تلفن حرف میزدم. چای میل داری؟ نه مرسی. بخت بخیر، بفرمایی. ما با هم آشنا نشدیم، من سیمایم، زن کوزه. خوشبختم، تبریک میگم. خیلی ممنون. اینا عکسای عروسی من. کی حاضر میشن؟ یکی دو ساعت دیگه بیام خوبه؟ یه ساعت دیگه تشریف بیارین. چقدر میشه؟ موقع تحویل دادن میگم. باشه، یه ساعت دیگه میام. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بودو بیا، بودو دست به جنبون. عکس‌ها رو دادم چاپ کنن، میرم پیش گلتن خانوم. باشه. یه قهوه میخوردیم با هم بعد میرفتی زینب جان. بابا منتظره، یه وقت دیگه. فالت هم میدیدم، خوب میشد. یه خیلی خوب فال میبینم. بی زحمت بده به دخترها، من میخوام برم یه نگاهی به هولا بندازم ببینم خوش شدن. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم مرسی. عکسای عروسی رو دادم چاپ کنن، گفتم تا حاضر بشه بیام اینجا پیش شما. اما من دارم میرم بیرون، همین الان داشتم میرفتم واسه خرید مغازه. باشه. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم. شما برین اونجا رو تمیز کنین، زود باشین. عکسای عروسیمو دادم مغازه شما. میخواست اینجا بشینه تا چاپشون تموم بشه. زینب. به سلامت زینب جان. من خیلی دوست داشتم با تو یه دوستی صمیمی داشته باشم، اما شنیدم که همشون دروغن، همشون. دخترا تلفن. الو نوشن جان، نمیخوام در موردم فکرهای بدی بکنی، نمیخوامم ناراحت بشی. آره آره هستم، تشریف بیاری. من ناراحت نمیشم، ناراحت میکنم. از کوزه فاصله بگیر، دم به ساعت بهش اسمس نزن، وگرنه از این کارت پشیمون میشی، پیش همه آبروتو میبرم. حواستو جمع کن. یه قهوه لطفاً. چی شده؟ هیچی. چی بهت گفت؟ ناراحتت کرد؟ نه بابا، فقط حال و احوال پرسی کرد. سفارش جدیدم که داری، مثل این که با اینا باید کارو یاد بگیرم. شروع کنی؟ با من کار داشتی؟ باید در مورد یه موضوع مهم باهات حرف بزنم. شاید بین ما یه دوستی معمولی باشه، ولی اینجا من مدیرم
و تو یه کارمند. بله؟ اصلا خوشم نمیاد تو محیط کار منو تو خطاب کنی. حق با شماست. کار جدا، دوستی جدا. از این به بعد دیگه تکرار نمیشه. بانو، همه منتظر متن جلسن. عجله نکن، الان حاضرش میکنم. جمره، یه ایمیل برات فرستادم. به فرانسه ترجمهش کن و به هم بده. ببین، باریش رزومتو چک کرده بود نه؟ اگه اشتباه نکنم نوشته بودی زبان فرانسه هم بلدی. بله، یه مقدار بلدم. خیلی محدود و ابتدایی، در حد یه بچه مدرسه ای نه؟ بانو، فکر نمی کنی متن جلسه از همه واجب تره؟ میخوای اونو بده بچه های بالا 5 دقیقه ترجمهش کنن؟ لازم نیست، خودم حلش میکنم. تا 5 دقیقه دیگه میرسونم دستتون. خدای من. تو که میدونی این کار از دست جمره بر نمیاد، چرا این کارو میکنی؟ میخوام بدونه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. آدم هایی با استعداد باید تو این شرکت کار کنن، آدم هایی بیارزه باید اخراج بشن. جمره، مشکلی که با باشگاه گلف پیش اومده بود و حل کردی؟ بله، ساعتاشو هماهنگ کردم. ممنونم. برای نهارم برای 5 نفر جا رزرو کردم، بلیط هواپیمای مادرتونم اوکی کردم و فرستادم خونه. عالیه. واسه بزرگ کردنش اینو باید بزنم؟ تنظیمات کنتراستش هم اینجاست، میخوای اینو بزن؟ باشه بابا. نه، تنظیمش کن. جونم جمره، بیدادم برسه اینم. چی شده؟ میگم تو الان خونه ای؟ نه، مغازم پیش بابامم. اگه یه متن برات ایمیل کنم میتونی به زبان فرانسه ترجمهش کنی؟ این بانوی بیشعور یه متن به هم داده، گفته به زبان فرانسه 5 دقیقه ترجمهش کن. باشه، بفرستم این الان ترجمهش میکنم. خب فرستادم، الان چک میکنم. ببخشید بابا، این واجب تره، باید این متن رو بفرستم برای جمره. به کارت برس. همه جا رو خوب نگاه کن قربونت برم، اگه تلسمی چیزی هست باطلش کن. خیال راحت باشه، اومدم ببینم اینجا چشمش هست یا نه. میخوام ببینم تلسم و این چیزا هستش یا نه، ولی سر در نمیارم تو این حرفا رو نزنی. یا منم نمیگم همچین چیزی هست، اما آدمای بیخبر از خدا از این کارا میکنن دیگه. مطمئنم کسی اینجاهای دعایی تلسمی قایم کرده. تو رو خدا یه نگاهی بنداز، زبون همه بسته شده. مطمئنم یه چیزی هست. استغفرالله، خدای من، استغفرالله، استغفرالله. زود باش، عجله کن، الان عروسم میاد، هر جا باشه پیداش میشه. تو رو خدا همه جا دعا بخون، همه جا. بذار ببینم فال ما چی در میاد. آی تو رو خدا از این کارا نکن، اینجا هیچکی از فال قهوه سر در نمیاره. شوخی کردم، حال روز منو که دیگه همه میدونن. دخترا بیان این فنجونا رو بشورین. مجله جدید نداری؟ اوناش همش اونجاست. اصلا دست بردارم نیست، پاشو برو دیگه.
سیمای، پس کی کارتو شروع میکنی؟ به خاطر عروسی یه هفته مرخصی گرفتم. یعنی یه هفته یه دیگه. چه خوب، چه خوب، خوبه. زود باش زینب، زود باش. نتونستی تمومش کنی نه؟ چرا تموم شد؟ داشتم میآوردمش. ایمیلش میکنین یا اینکه پستش میکنید؟ کی برات ترجمه کرد؟ 5 دقیقه متن رو رسوندم دستتون خانم دیگه نه؟ من خیلی با استعدادم، کارمم خیلی خوب بلدم. یه نگاه بهش بندازین میفهمین. ظاهراً مرسین به مزاجت خوش نیومده. این هفته خیلی حاضر جواب شدین. منم تو محیط کارم از شما احترام متقابل میخوام خانم مدیر. لطفاً منو داخل اختلافات خانوادگیتون نکنید. چرا اینجا کار میکنی؟ منظور چیه؟ از عذاب کشیدن خوشت میاد؟ هر روز با دیدن گناهی زجر نمیکشی؟ تو معنی غرور رو میدونی؟ من که با گناه کاری ندارم عزیزم، ولی انگار تو دست بردار من نیستی خانوم. چرا؟ من به خاطر خودت میگم. مطمئنی؟ یا به خاطر اینکه گناهی هنوزم به من فکر میکنه ناراحتی؟ همچین خبری نیست. آره خوب، از طرف من هیچ خبری نیست، اما در مورد گناهی مشکل توه. تو چطور جرأت میکنی با من اینطوری حرف بزنی؟ برای اخراج من دیگه میخوای با کی صحبت کنی؟ برای یه همچین کاری خودمو کوچک نمیکنم. خیلی خوشحال شدم اینو شنیدم. چی شد؟ هیچی نشد. یه سوال پرسید، منم جواب دادم. من دارم میرم جلسه، تلفنم پیش تو بمونه. باشه. حاضره؟ بله حاضره. بگو جمره. زینب تو یه فرشته ای. مشکلت حل شد؟ چه جورم حل شد؟ بعدن قضیه رو کامل برات تعریف میکنم، فقط میتونم بگم که در حقم خیلی لطف کردی. خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم، هر وقت خواستی حاضرم کمکت کنم. مرسی عزیزم، میبوسمت. منم همینطور. بای بای. بفرمایی. ممنونم. چقدر میشه؟ قابلی نداره. نه مگه میشه؟ اینا به عنوان هدیه ازدواجتون از طرف من و زینبه. واقعا؟ خیلی متشکرم. اما اگه امکان داره از این به بعد عکساتونو به اون یکی عکاسی بدین. دستگاه اونا از ما پیشرفته تره، بیشتر راضی میشین. باشه حتما. خسته نباشید. به سلامت. خیلی ممنون بابا جو. خیلی عروسی شلوغی نشد، فقط فامیلای نزدیک دعوت بودن. اگه دعوت میکردیم از شهرستان یه عالمه مهمون میومد. عروس خوشگلی شده بودی. مرسی، ایشالا عروسی تو. کوزه منوز اکسا رو ندیده. کوزه بی ببین، اکسا رو دادم چاپ کردن. کجا دادی چاپشون کردن؟ همین عکاسی کنار ساحل. غذا حاضره، بفرمین بانو.
عزیزم بیا دیگه. اجازه بدین گنایم بیاد. من دیگه میرم داداش. شامو با هم میخوریم بعد هر کجا خواستی برو. نه کار دارم. بشین غذای خونه بخور بابا. قراره کبابی لب سوالی کباب برام درست کنه این هوا. بیچاره. خاله هندان برام غذا داری؟ معلومه که برای همه دارم. آخ با عکسا مشغول شدیم یادم رفت بیام کمکتون. بیام کمک؟ نه عزیزم من خودم به همه کارا میرسم. عکسات همش همینه؟ آره. کوزی آماده باش که فردا باید بری آنتالیا. خیر باشه. آخه با باشگاه گلف قرارداد بستیم. خب آخر هفته اونجا یه مسابقه دارن، یعنی باید تا آخر هفته همه دستگاه رو را بندازیم. واسه همینم تو میری با یه کارگاه قرارداد میبندی تا آخر هفته هم همه دستگاه رو را میندازی. ها؟ باش قبول. چند روز میمونی؟ نمیدونم تا وقتی کارا تموم بشن. درستش میکنم بابا. من فردا دارم میرم آنتالیا. تا اومدنم علی به همه کارا میرسه. من ردیفش میکنم عمو سامی. باشه. مثل اینکه کوزایم دنبال بهانه برای بیرون زدنه. نبندش بذار منم یه نگاهی بندازم. چرا جمره تو عکس نیست؟ به نظرت باید باشه؟ هست بابا هممون هستیم. حتی منم هستم. داشتیم دست جمعی میرقصیدیم عکس گرفتیم. سیمای عکسایی که با هم گرفتیم کجاست؟ راست میگی بذار تو پاکت و یه نگاهی بندازم. بانو این دیگه چیه رو صورتت؟ مگه نکوزه؟ آره بزرگترم شده. چرا همه امروز گیر دادن به این جوش من؟ آخه مگه میشه گیر نداد؟ ماشاءالله قله اورسته. باشه دیگه تام تمومش کن. اینجا عکسا. نه خدا وکیلی جوش بذارش اونجا میبینه. دوباره شروع کرد. صورتشو گرفته. اصلا به تو چه مربوطه؟ این از کجا اومده؟ نمیدونم فکر کنم کوزه خریدتش. برات ساز میزنه؟ من حتی نمیدونم بلده بزنه یا نه. بلده من میدونم. روزی که با زینب آشنا شد برامون ساز زد. چرا اینا رو جدا کردی؟ گفتم شاید نمیدونی جمرم با ما اومده. نخواستم مشکلی پیش بیاد. مثلا خواستی گناه تو درد سر مندازی ها؟ زرنگه کردی واسه من؟ چه ربطی داره؟ با جمرم که خیلی صمیمی شدی. مثل اینکه تو هم با زینب جونجونی شدی نا. اعتماد به نفست هم که خیلی رفته بالا. من همیشه اعتماد به نفسم بالا بود. قبل از ازدواج با کوزه اینطوری حرف نمی زدی. حالا که ازدواج کردیم. زیاد در این مورد مطمئن نباش. از کوزه هر کاری بگی برمیاد. این تویی که نباید رو گنه حساب کنی. تازه شما هنوزم ازدواج نکردیم. باشه سیمای تکی ناقلو، این یادت بمونه. منظور خاصی نداشتم. من منظور تو رو خوب فهمیدم عزیز دلم. تو هم اگه فکر میکنی زندگی خوبی داری سخت در اشتباهی. دلم به حالت میسوزه. الو جانم، از خواب که بیدارت نکردم زینب جان. ببخشید این موقع مزاحمت شدم. نه داشتم کار میکردم. اتفاقی افتاده؟ نه یه خواهشی ازت دارم. فردا باید برم آنتالیا. برای ما کار قرارداد جدید میبندم. تو هم با هم میایی بریم؟ به کمکت احتیاج دارم، لطفا نه نگو. باید تا آخر هفته دستگاه رو واسه یه مسابقه گلف آماده کنیم. فهمیدم، ولی باید با نسرین خانم هماهنگ کنم. خب منم همین احتمالو دادم و بهش زنگ زدم. گفت مشکلی نیست. این هفته هم که مرخصی گرفتی. آره تو مرخصی هم، ولی لطفا زینب
غیر از تو هیچ کس به ذهنم نمیاد که بتونه کمکم کنه. نه نگو دیگه. باشه، فردا ساعت چند؟ پروازمون ظهره، بلیطارم گرفتم. تو کاراتو بکن و حاضر شو. تو فرودگاه هم دیگر رو میبینیم. منم چند تا جلسه دارم، خودمو به پرواز میرسونم. باشه، چند روز طول میکشه؟ همش به تو بستگی داره. به نظرم تو دو روزه تمومش میکنی. راستی یادم رفت بگم که چون قراره با هم همکاری کنیم از خجالت در میام. اونش زیاد مهم نیست. باشه، فقط منم یه تماسی با نسرین خانم بگیرم، اگه گفت مشکلی نیست باهات میام. خیلی ممنونم، تو فرودگاه میبینمت عزیزم. اینجوری تو این خونه را نرو. روزی که از این خونه گمشی بری تا صبح میزنم میرخصم. داداش اگه کاری نداری من برم. اشین کجا میخوای بری؟ میرم بخوابم. تو هم فردا باید بری آنتالیا. میریم حالا، بی خیال شو. دیگه نمیتونی تو خونه بمونی نه؟ کوزی. دیروز با جمره حرف زدم. مفصل با هم حرف زدیم. خیر باشه. مشکلی داری؟ افسرده است. به نظر من یعنی نمیتونم ناراحتیشو ببینم. راجب گونه یه؟ میدونی اون خیلی حرف نمیزنه، به زور میتونی از دهنش حرف بکشی، مثل خود تو میمونه. اگه از قبل من حرف میزدی، اگه اون موقع به هم گفته بودی کار به اینجا نمیکشید. حالا ناراحت نباش، هنوزم دیر نشده. خیر باشه، حرفی که تو دلت مونده رو بزن. داداش من، تو قبل از گونه عاشق جمره شده بودی. پسر تو داری چی میگی؟ خوبه دوباره عصبانی شو. حرف برادرت هم گوش نکن. پاشو منو بزن. پس به من حرف مفت نزن. شنیدی؟ حرف میزنم چون حرفام درسته. علی، حالتو میگیرم. میخوای بگیری بگیر. راستش این عادت توه. هر وقت که ناراحت میشی صدات فرق میکنه. دروغ میگم؟ اگه دروغ میگم بگو. تو اول مسئله جمره رو تو دلت حل کن. جمره واسه من خیلی ارزش داره، فقط همین. کوزی، شاید اونم جمره دوست دختر سابق برادرمه، نامزد بودن با هم، فقط همین. من اونو تو جای دیگه ای از دلم گذاشتم. تا آخر عمرم نمیتونم بهش فکر کنم. تا آخر عمرم جایی که گذاشتم میمونه. میدونی چیه داداش؟ هر بلایی که سرت میاد به خدا حقته.
نه سیمای زنمه، نه اون یکی. نمیدونم چرا به خودت این حرفا رو میزنی، چرا خودت رو نابود میکنی، این احمقا رفتار میکنی. هرچه باد باد، اصلا ولشون کن، مثل آدم زندگی کن. پسر من این همه ناامید نشده بودم. خیر باشه، چت شد؟ پسر اگه اینجوری ادامه بدی هیچی ازت نمیمونه، دارم بهت جدی میگم. باشه بیا بزن. به سلامتی. به سلامتی تو. دمت گرم. بانو، بانو خانم، مگه امروز شما نمیرین آنتالیا؟ امروز صبح زینب اینطوری میگفت. آره ولی متاسفانه نمیتونم برم، یه جلسه مهم برام پیش اومده. زینب تنهایی میره؟ نه، واسش یه همسفر خوب پیدا کردم. لطفاً عجله کنین، داریم درها رو میبندیم. انگار دوستم هنوز نرسیده. زینب تو اینجا چیکار میکنی؟